سلام دوستان، در جلسه قبل با فرمول ویلوکاپ آشنا شدیم. در این جلسه میخواییم چند تا از فرمول های بسیار مهم دیگر رو بهتون بگیم که بسیار این فرمول ها کاربردی هستن و اگر منطق این فرمول ها رو یاد بگیریم تقریبا میتونیم با بقیه فرمول های اکسل به راحتی با توجه به گفتهایی که از جلسات قبل به خاطر داریم استفاده کنیم. خب یه تابع خیلی مهم دیگه ای تابع ایف هستش. تابع ایف که خب به معنی اگر می باشد خیلی مهمه و خیلی استفاده میشه. ما خیلی جاها ایف رو دیدیم و شنیدیم، اگر خصوصا با یک زبون برنامه نویسی کار کرده باشیم. توی اکسل هم ایف تعریف شده و خیلی کاربرد داره. خب ایف چی هستش؟ میام میگم ایف اگر، فارسی نوشتن ایف اگر، خب همینطوری اگر یک شرطی درست بود، شرط درست بود، آنگاه این کار رو انجام بده، کار یک رو انجام بده. خب و اگر غلط بود کار دو رو انجام بده، کار دو رو انجام بده. خب تابع ایف میاد یه چنین کاری رو میکنه، میاد یه شرطی رو ایوالویت میکنه، ارزیابی میکنه، تست میکنه. اگر اون شرط درست بود کار یک رو انجام میده، اگر غلط بود کار دو رو انجام میده. بیاین اینجا به صورت ساده ببینیم. خب من اینو پاک میکنم، fx رو میزنم، کتاب ایف رو بیاره. خب تو آرگومنت اول من میاد تست منو انجام میده، میگه لاجیکال تست چی میخوای باشه. میام اینجا میگم این، خب اگر مساویه مثلا یک بود، بیا اینجا بگو برابر یک، فارسی برابر با یک است. اگر نبود بگو برابر با یک نیست. خب و اوکی و اینجا میاد واسه من تعریف میکنه که این برابر با یک هست، اینجا دیگه برابر با یک نیست و غیره. خب پس تابع ایف میاد یه چنین کاری رو واسه من انجام میده. خب این خیلی کاربرد داره. خیلی جاها من میخوام ارزیابی کنم اگر یک چنین چیزی بود این کار را انجام، اگر یک چنین چیزی نبود این کار را انجام بده. و من میتونم در داخل ایف یا اینجا یه ایف دیگه هم به کار ببرم که میشه ایف تو در تو. اگر برابر با یک بود اینجا بنویس برابر با یک هست. دوباره بیام بگم if، خب همینجا دوباره بیام بگم اگر برابر با اینجا یک نبود، خب بیا اینجا بگو دوباره if اگر، خب این مقدار همون دی من مساویه با دو بود، آنگاه خب بیا بنویس برابر با دو است. خب و اگر نبود خالی بذار. من با خالی گذاشتن چجوری میتونم تعریف کنم؟ بگم دابل کوتیشن، دابل کوتیشن. اینجا دیگه خالی میذاره مثلا و چیزی نمیذاره، توی فرمول خالی رو قرار میده و اوکی میکنم و ارور میگیره. چه اروری میگیره از من؟ میاد اینجا we found the error. خب این ارورش به خاطر اینکه من اینجا تکس وارد کردم و اونجا که داشتم فرمول می‌نوشتم متوجه نشده بود که این تکس میگه این چیه واسه من نوشتی. من با دابل کوتیشن واسهش تعریف میکنم که آقا جون این تکس منه. خب فقط چون فارسی نوشتم یه مقدار ارزیت هم میکنه پروند کلن اف منو. خب میام دوباره اینجا نیستش، دوباره می‌نویسمش، این دفعه دابل کوتیشن هم میذارم. من این فارسی یه مقدار اذیت میکنه و همین خاطر گفتم دیگه نتونستم راحت دابل کوتیشن هم بذارم، خود ره چپ چین راست چینش. خب if این مساوی دو بود، آنگاه دابل کوتیشن برابر است با دو، دابل کوتیشن بسته. اینجا تکست رو از من متوجه میشه حالا و در غیر این صورت خالی بذار. و حالا میگه یه پرانتز کم گذاشتی، پرانتزم رو اضافه میکنم و خب حالا قرار و میشناسم. خب اینجا میاد میگه یکه، پس برابر با یک است. میاد اینجا ارزیابی میکنه اولیه رو، میگه برابر با یک است تا اینجا. حالا این قسمت میاد میگه این رو ارزیابی کردم، یک نبود پس این نیست. میاد تو دومی، وارد دومی میشه، میگه خب این شرط الان درسته، برابر با دو است پس دو رو قرار میده تا اینکه بره به یک سه برسه. مثلا اینجا میبینین همه خالیه. خب اینجا میاد میگه چی؟ برابر با یک است آیا؟ خیر، برابر با یک نیست پس میاد تو دوگونی. آیا برابر با دو است؟ خیر، برابر با دو نیست پس خالی بگذار. خب و من همینطور میتونم این ایف ها رو ادامه بدم. ایف
درسته؟ دوباره بنویسم if این مساوی اگر بزرگتر از، خب، یا بیام بگم اگر کوچکتر از 4 بود آنگاه بنویس کوچکتر از 4. در غیر این صورت خالی بذار، پرانتزم هم میبندم و اوکی میکنم. خب حالا اینجا میاد چی؟ اول چک میکنه که آیا برابر با 1 است؟ خیر. آیا برابر با 2 است؟ خیر. آیا کوچکتر از 4 است؟ بله. و کوچکتر از 4 رو واسه من قرار میده. و اگر بیام پایین تر و سر رد بشم، ناکنین کوچکتر از 4 دیگه نیست و اینو برابر با غلط ارزیابی میکنه و اینجا میذاره. اگه بخوام خود 4 رو بهش بگم که خود 4 هم شامل بشه، اینجا کافیه یه مساوی بذارم و اینتر بکنم و 4 رو هم اینجا در نظر میگیره و کوچکتر مساوی رو قرار میده. خب if یک تابع بسیار کاربردیه و خیلی جاها استفاده میشه و گفتم که این رو همینجا بهتون بگم که باهاش آشنا بشید. حالا بیایم توی فرممون. ما اینجا یه فرم داشتیم که اینا رو وارد میکرد، خب اینا رو کاربر یا یوزر واسه ما وارد میکرد، تاریخ رو هم وارد میکردش، خب ماه مثلا 2 و سال 1300. اینا رو من درست نکردم. ناگهان اینجا وقتی که مربع میزنه من متوجه میشم که عددم بزرگتره، یه ذره کوچیکترش میکنم که اینجا قرار داده بشه، اندازش جور بشه و مربع نکنه. اینجا جا نداشت عدد رو من نشون بده. خب میام اینجا. حالا من وقتی که شماره پرسنلی رو دارم، نام رو هم خواهم داشت، فقط این شماره پرسنلی اینجا موجود نیستش. من یه شماره پرسنلی رو اینجا انتخاب میکنم که موجود باشه، اینو کپی میکنم، میام توی فرمم پیست میکنم، فقط فرمتش هم چون میاره پیست از ولیو میکنم که فرمتش یه موقعی نگیره. خب حالا من میخوام بگم وقتی که شماره پرسنلی اینجا وارد شد، نام، نام خانوادگی، نوع همکاری، رتبه، واحد و سمت رو شده. از ویلو کاپ استفاده میکنم، میام میگم چی؟ آقای اکسل این مساوی است با ویلو کاپ این سلول در کدوم تیبل؟ در تیبلی که اسمش مای تیبل هستش. خب این رو انتخاب میکنم و این کدوم ستون رو واسه من برگردونه؟ ستون 1 رو برگردونه واسه چک کردن فرمولم و 1 و 0 رو هم مینویسم و میبندم. خب این میاد چیکار میکنه؟ بهتون گفتم دیگه، ویلو کاپ رو با هم یاد گرفتیم. میاد توی پرسنل، میاد اینجا اون رو سرچ میکنه، میگه این یکی هستش و اولین ستون رو واسه من برمیگره، اولیش هم خودشه. خب حالا اگه من نام رو بخوام، فقط کافیه اینجا بکنم این رو به جای 1 2 کنم، درسته؟ پس اینجا واسه من کامله. پس وقتی که اون شخص یوزر من میاد اینجا عدد رو وارد میکنه، عدد شماره پرسنل رو وارد میکنه، نام رو فراخوانی میکنه، من یکی دیگرم واسه امتحان میزنم، میام اینجا پیست میکنم و نام رو واسه من پیدا میکنه. خب همین کار رو میتونیم واسه نام خانوادگی، نوع همکاری، رتبه، واحد و سمت بکنیم. فقط یه نکته هست، ممکنه یوزر بیاد به جای شماره پرسنل ولید، یعنی یه شماره پرسنلی که وجود داشته باشه، یه شماره پرسنلی اشتباه بزنه، مثلا این رو بزنه. اول از همه 6 رقمی باید باشه، ما اونجا تعریف کردیم که 6 رقمی باشه، درسته؟ خب میاد اینجا NA به من میده، NA یعنی وجود ندارد دیگه. خب حالا من وقتی که فرمول نوشتم و یوزر داره این رو وارد میکنه، NA رو شاید متوجه نشه یوزر من یعنی چی، از یه فرمول کاربردی دیگه استفاده میکنم به نام if error. اگر error بود این، اگر error داد بیا چیکار بکن، یا بنویس وجود ندارد، خب و پرانتز رو میبندم، اینم داخل دابل کوتیشن میذارم که بدونم تکسته و بعد اینتر میکنم. و حالا میاد میگه ناکن شما پرسنلی که زدی اینجا وجود ندارد، این اشتباه هست، بیا یکی دیگه وارد کن، مثلا این رو وارد کن، بازم وجود ندارد، پس بیا یه شماره پرسنلی ولید خواهشم وارد کن. میدونم کپی میکنم که یه چیز ولید باشه و میاد اینجا نام ولید رو قرار میده. خب شما هم همین کار رو واسه نام خانوادگی، رتبه همکار، نوع همکار، واحد و سمت انجام بدید تا یه چنین فرمی تو این قسمت ایجاد بشه. ناکنین من اینجا میام تمام اطلاعات اون کاربندم که شماره پرسنلش رو زدم اینجا پیدا باید بکنه. شما هم بیاین لطفا این کار رو بکنید. خب حالا تو قسمت بعدی فرمم که جدا کردم، پس این قسمت فراخوانی اسم ها بود.
تو قسمت بعدی میخوام یه سری اطلاعات رو تجزیه تحلیل و بکنم و به دست بیارم. به طور مثال میخوام بگم که آقا این شماره پرسن این شخص من در مجموع در این ماه چقدر تو سازمان حضور داشت، مجموع ساعات حضور این فرد در ماه کنونی که این ماه باشد، ماه چهار باشد، چقدر است. فرض کنیم من میخوام اینو پرینت بگیرم به مدیرمون بدم و مدیرمون میخواد ببینه که آقا این شخص چقدر حضور داره، پس من میخوام یه گزارشی رو الان بگیرم. خب من چطور میتونم این کار رو انجام بدم؟ یه فرمول اینجا نوشتم که این فرمول از سام ایفز استفاده کرده. سام ایفز چه فرمولیه؟ میاد جمع ببند اگر، و خب من اگرها دارم اینجا، ایفز به معنی اگر هاست. خب من اینجا فرمول سام رو شما میدونین چی هست، فرمول سام جمع میکنم. خب من اینجا دارم ببخش اینجا مساوی سام میذارم. خب بهتون یه بار این فرمول رو فکر کنم نشون داده بودم، اومدم توی دیتا تیبلم و خب الپس تایم رو گرفتم. خب و کلا سام میکنیم، اگه من کلش رو سام بکنم خب یه عدد خیلی بزرگی رو نشون میده. فقط شما با فرمت سلاح آشنا بودین که چجوری اینا رو فرمت بندی کرده بودین جلسه اول. بذارید من تو دیتا اینجا هم نشون بدم که اینا به صورت تایم هستش. خب این رو هم به صورت تایم باید نشون بدم. یادتونه که تو جلسه اول وقتی که فرمت سلولا رو میگفتم اومدیم اینجا اینو از مور کاستم و از کدوم استفاده کرده بودیم؟ از این استفاده کردم که مقدار ساعت بیشتر از 24 رو هم به من نشون بده. خب یعنی 7 ساعت و 25 دقیقه و 41 ثانیه هستش. خب اینجا 7729 ساعت و 34 دقیقه و 51 4 ثانیه رو واسه مجموع ساعت حضور این پرسنل دارم من محاسبه میکنم. خب این اشتباهه، سام کل رو دارم میگیرم، یعنی مجموع همه کارمندان تو همه روزها و ماها. خب پس من باید بگم بهش به اکسل متوجه کنم که اگر این شماره پرسنلی بود جمع ببند. پس میام از یه فرمولی به نام سام ایف اول استفاده میکنم. سام ایف بیا بگو اگر، خب من اینو افکسش رو میذارم که آرگومنتش بده. خب سام کن اگر، رنج تو واسه من واسه اکسل تعریف کن. is the range of the cell you want to evaluate، اون محدوده ای هست که شما میخواین ارزیابی رو انجام بدید. میخواین کجا بگین اگر شرط برقرار بود؟ من میام میگم ناکن کریتریا معیار، معیار میگم مساوی این شماره پرسنلی باشه. بگم اگر این شماره پرسنلی بود در کدام رنج بفهمم که اگر این شماره پرسنلی بود؟ بیا توی دیتا تیبل توی بی، به جای اینکه من بی رو کلشو بگیرم، خب میام چون تیبل هستش این بالا، وقتی که این مشکی شد این رو انتخاب میکنم. ناکنیم من کل اینو نمیگیرم که بی باشه، میام پایین، از پایین وقتی که این مشکی شد، این علامت موسم مشکی شد بیرون، یعنی اون وقت میگه تیبل دو، نام تیبل و ستون پرسنل نام، میتونین اینو تایپ هم بکنیم. خب پس وقتی که این ستون برابر با بی سه بود، یعنی این شماره پرسنل بود، سام کن. چه محدوده ای سام کن؟ یا دوباره توی دیتا تیبل لپس تایم، یعنی زمان، مقدار زمان، بازه زمانی از این تا این رو خب پیدا کن. اینا یه فرمول منها کردم، این اگزییت تایم رو منها این کردم و این لپس تایم در اومده، چیز خاصی که نبوده. خب از پایین میام بالا، وقتی که اینطوری شد انتخاب میکنم و این ستون رو سام کن. چی کار میکنه؟ میاد اینجا میگرده، اول میبینه این آیا اون شماره پرسنل هست، اگر بود اینو نگه میداره، باز دوباره میاد پایین، دوباره اون شماره پرسنل هست، میاد اینم میگیره با قبلی جمع میکنه، بعد تا انتها میره و اوکی میکنم و خب میگه این شخص 120 ساعت و 39 دقیقه و 48 ثانیه در سازمان حضور داشت، آیا درسته؟ خیر، این کل زمان حضور شخص من هستش. یعنی چی؟ یعنی تو کل ماها و سالها. من توی دیتا تیبلم فقط ماه یک که ندارم، ماه دو، سه، چهار و غیره هم دارم دیگه، وقتی که بیایم پایین ماه دو، سه و همینطور ادامه پیدا میکنم. من میخوام به اکسل بفهمونم که کل ماها رو نمیخوام، این ماه دو رو میخوام که اینجا تایپ شده، درسته؟ پس از ایف خالی نمیتونم استفاده کنم، سام ایف، چون این فقط یه دونه کریتریا داره، یه دونه معیار داره. پس این رو هم میبندم، میام از فرمولی به نام سام ایفس استفاده میکنم. سام اگرها، یعنی چندین تا شرط میتونم واسش برقرار کنم. اف ایکس رو میزنم،
میاد میگه چه منطقی رو میخوای سام کنی پسر جان؟ میام میگم توی دیتا تیبل این ایلپس تایم رو میخوام سام کنم، میارم بالا ایلپس تایم از پایین میام تا اینکه این مشکی بشه و میگیرم تیبل دو ایلپس تایم، میخوام این محدوده جمع کردم. حالا کریتریای رنج اول چیه؟ خب معیار محدوده معیار اول چی هستش؟ میخوام اول بگم که شماره پرسنل باید همین بشه. خب پس میام اینجا میگم که توی دیتا تیبل من شماره پرسنل من بایست برابر با کریتریای یک باشد. خب وقتی که اینو نوشتم یه آرگومنت دیگه هم واسه من ایجاد میشه، وقتی که همینطور میام پایین آرگومنت ها رو میتونم اضافه کنم. کریتریای دو چی باشه؟ رنجش میخوام ماه باشه، نه اول سال باشه. ممکنه من سال 1395 رو هم وارد کرده باشم دیگه، من میخوام بگم که تو این سال و تو این ماه مجموعه ساعت حضور این شخص رو به من بده. پس میام سال رو بعدش انتخاب میکنم، میام اینجا یه رو از پایین انتخاب میکنم و میگم کریتریام چی باشه؟ 1394 برابر با این باشه. خب بعدی دوباره حالا میخوام ماه رو انتخاب کنم، اینو میارم پایین تر. رنج بعدی چی باشه؟ ماه باشه. میام تو دیتا تیبل لپس تایم نه مانث، این رو میگیرم از پایین میام بالا مانث رو میگیرم تیبل دو مانث. کریتریا چی باشه؟ سلول ای جی دو باشه. خب حالا پس اینو رو اوکی میکنم. حالا میگه 31 ساعت و 54 دقیقه و 41 ثانیه این شخص تو ماه دو در سال 1394 حضور داشته. خب بیاین یه بار دیگه با هم فرمول رو ببینیم. سام ایفس رو میزنم، میگه سام رنج چی بوده؟ اون منطقه، اون محدودهی که میخوای سام کنی. فقط یادمون باشه اینها اگر از تیبل استفاده نکرده بودیم باید رنج ها همه از لحاظ سطری برابر باشن. خب اگر 10 تا سطر داریم این هم باید 10 باشه، این هم 10 باشه و غیره. خب پس اولی منطقه جمع کردن من هستش، دومی محدوده شرط اول من هستش که میگم شماره پرسنلی بود و خب کریتریا معیار من خود اون شماره پرسنلی بود. پس این شماره پرسنلی ها رو تو این منطقه پیدا میکنه و جمع میکنه و بعد بر اساس سال میاد میگه این سال H2 من رو نگاه میکنه، میگه 1394 و میاد توی تیبل من فقط 1394 رو حالا فیلتر میکنه و بعد بر اساس ماه فیلتر میکنه و در نهایت همه دیتا هایی که فیلتر شدن رو جمع میکنه بر اساس این سام رنج هم که گپست تایم باشه و مجموع زمان حضور در سازمان رو در این ماه واسه من قرار. خب فرمول بعدی کانت ایف هستش. من دوباره بهتون میگم یه دونه کانت دارم که میاد میشموره کانت the number of cells in the range، میاد یه دونه محدوده رو میگیره و تعداد سلولای اونو میشموره. خب و من اوکی میکنم، میگه 1443 تا سلول اینجا پر شده، کانت کرده. خب کانت ها ببینید، کانت من چند تا کانت دارم، بذاریم ببخشید من اینو بک کنم، وقتی که به کانت برسم ناکنین کانت دارم، کانتا دارم، کانت بلانک دارم، این دوتا هم دارم. خب میاد این کانت the number of cells in a range that are not empty، اونایی که خالی نیستن رو میشماره. بر فرض مثال اگر من وسط این دیتا هم خب وقتی که دارم اینو کانت میکنم وسطش خالی داشتم، مثلا این خالی بودش، اینو دیگه واسه من کانت نمیکنم وقتی که از کانتا استفاده کنم. اون یکی چی بودش؟ اون یکی کانت بلانک، فقط خالی ها رو واسه من میشماره، یعنی اگر من تو اون جدول هر چیزی که وارد کردم وسطش خالی بود اونایی که خالی هستن رو میشماره. کانت ایف وقتی استفاده میشه که من فقط یک شرطی رو دارم، میاد چیکار میکنه؟ میگه اول محدودت رو واسه من انتخاب کن که میخوای کانت کنی. من میام میگم خب همین ردیف رو انتخاب کنم، چون مثلا مهم نیستش که کدوم ستون باشه، فقط کدوم ستون باشه، فقط ستونی باشه که دیتا توش باشه، میخوام کانت کنم دیگه، کاری نمیخوام بکنم. حالا کریتریا چی باشه؟ خب ببخشید من الان اینجا اشتباه کردم، مثلا مهمه که کدوم رنج باشه، رنجی که پرسنل هست شماره پرسنلی میخوام کانت کنم دیگه. خب اینو کانت کن، اگر برابر با این شماره پرسنلی بود اوکی کن، 22 تا کانت میکنم. خب میگه 22 تا دیتا وجود داره تو کل این جدولت که این شماره پرسنلی تو اون قرار داره. خب
و در نهایت کانت ایفس هستش، با همون مفهوم سام ایفس برابره و فقط میاد میگه چی؟ من چندین تا شرط میتونم داشته باشم. کریتریا رنج اول من چی باشه؟ بیاد اینجا پرسنل نامبر باشه. پرسنل نامبر رو میگیرم، پس اینو کانت کن در صورتی که برابر با این شماره پرسنل بود، و بعد در صورتی که سال اون تو این رنج ایر سال اون برابر با 1394 بود، و در صورتی که مانث یا ماه اون برابر با چی بودش؟ تو اینجا توی فرم برابر با این دو بود، ماه دو بود و اوکی میکنم، و میگه تو در سال 1394 در ماه دو این شخص این شماره پرسنلی 4 بار در سازمان، 6 بار در سازمان حضور داشته، و اگر ماه اینو من سه کنم این عددها هم تغییر میکنن، و اگر سال رو هم تغییر کنم تغییر میکنه، مثلا بکنم 1395 ولی صفر میده، به خاطر اینکه من مثلا تو این تیبل هم سال 1395 ورودی نداشتم، دیتایی نداشتم، بخاطر این صفر میده. درسته؟ خب حالا تونستم این دوتا رو پیدا کنم. اینها هم فرمول های بسیار مهمی بودن که من میخواستم حتما بهتون بگم. خب اگر من وارد این فرم اصلیم بشم که اکسل اصلیم بشم که نوشتم این فرمول ها رو، میبینید که دقیقا از همون قضیه استفاده کردم، از سام ایفز و از کانت ایفز. مجموعه ماموریت رو هم دقیقا از همون استفاده کردم. خب فقط یه ترفندی زدم ناکنین علتشی بوده. ببینید ما وقتی که از فرمول ها تو اکسل استفاده میکنیم، خب همه مواردی که میخواییم که واسهش فرمول نوشته نشده که، خب ما بعد از ترکیب فرمول هامون استفاده کنیم، و اینجا هم من یه فرمول ترکیبی استفاده کردم. اول از همه اومدم گفتم چی؟ من مجموع ماموریت ساعتی در این ماه رو میخوام، پس بعد از سام ایفز استفاده کنم، میام میگم کل اون دیتایی که ورود کرده تو سازمان من چقدر بوده تو اون ماه تو اون سال، خب جمع ببند. خب و در تحت یه شرایط دیگه هم برای چی من از این استفاده نکردم و اومدم دوباره سام ایفز زدم، بیاین سام ایفزمون رو ببینیم. من روش وای میسم، من کنترل اف میکنم، این دقیقا همونایی هستش که من توی سام ایف بالا استفاده کردم، سالش ماهش که برابر 4 باشه. یه شرط دیگه بهش اضافه کردم، چون من اینجا یوزرم تعریف کرده بود که مرخصی بود، مرخصی ماموریت ساعتی بود یا هیچ کدام بودش. خب حالا این که داره اینجا نشون میده مرخصی مرخصات هیچ کدوم، این به خاطر دیتا هایی که وارد شده تو تیبل اینا رو داره نشون میده دیتا هامو. خب من اومدم گفتم تو این دیتا تیبل من توی این تایپس اف انتری وقتی که ماموریت ساعتی بود سام ایف کن، یه شرط دیگه ای هم بهش پس اضافه کردم علاوه بر شرط ماه، این که اون شماره پرسنل حالا آخر گذاشتم. خب پس من اومدم کل مجموع حضور اون شخص در سازمان تحت شرایطی که ماموریت ساعتی بوده را هم انتخاب کردم، یعنی شخص اومده تو سازمان من یه ذره بوده بعد رفته به ماموریت حالا و ساعتی رفته. خب ولی این فقط اون سامن زمانی رو داره حساب میکنه که طرف تو سازمان بوده، یعنی مقدار زمان ماموریتش اصلا حساب نکرده اینجا واسه من. خب من قبل اینکه این رو کامل کنم اول اومدم کانت ایفز کردم. خب کانت ایفز من با کانت ایفز بالای من چه فرقی داره؟ اینکه یه شرط برابر با ماموریت ساعتی هم بهش اضافه شده. اگر توجه کنین اینجا من تو کریتریا رنج تایپس اف انتری رو انتخاب کردم و گفتم اونایی که ماموریت ساعتی بودن رو انتخاب پیدا کن، و گفته این شخص پیدا کرده، یک بار در این ماه رفته به ماموریت ساعتی. خب پس حالا من اومدم اینجا چی گفتم؟ گفتم اگر این شخص در کل رفته یک بار به ماموریت ساعتی، خب پس در کل تو اون ساعت تو اون روز، خب بزنین اینطوری بهتون بگم، در اون روز به صورت معمولی اون شخص از ساعت 7 صبح تا ساعت 2 بعد از ظهر باید سر کار میموندش و تو سازمان بودش. خب تو روز باید اینطوری باشه، پس از ساعت 4 بعد از ظهر تا ساعت 7 صبح، و اگه از هم کم کنم اینجا میبینین از هم کم کردم، خب درسته؟ دی دو رو چرا اینجا من دارم اشتباهه؟ نه درسته، دی دو درسته، دی دو
و بی دو. من اومدم دی دو رو از بی دو کم کردم، گفتم این شخص به این مدت ساعت باید توی سازمان میبود. حالا چند بار باید توی سازمان به این مدت میمون به این تعدادی که رفته توی ماموریت؟ یعنی اگه اینجا 10 بار رفته بود ماموریت، در حقیقت در کل به صورت مجازی 10 ضرب در مجموع اختلاف این دوتا ساعت رو باید تو سازمان میموند. خب حالا این شخص اینقدر تو سازمان مونده، از اون کل کم کردم و فهمیدم اینقدر ساعت رو توی سازمان نبوده. خب و از اینجا متوجه شدم اونایی که تو سازمان نبوده رو کجا بوده؟ ماموریت بوده. و همینطور واسه مرخص ساعتی از همون طرف هم استفاده کردم. خب مجموع تأخیرها توی چیز تو این فرم چجوری به دست اومده هم ساده بوده. این دیگه از این شیوه استفاده نکردم و اومدم یک شرط دیگه ای هم بهش اضافه کردم. یعنی اومدم وقتی که گفتم اینجا types of entities هیچ کدام بود، نوع ورودش هیچ کدام بود، یعنی اینکه نه ماموریت بوده نه مرخصی بوده، یه ورود عادی باید داشته باشه. خب پس اگر هیچ کدام بود و اگر نوع اریوالش بیشتر از بیدو بود، بیدو کدومه؟ بیدو زمانی که هستش که سازمان شروع به کار میکنه. پس اگر نوع اریوالش بیشتر از بیدو بود، اینجا جمع ببند برای من سام ایفز کن. و اینجا من میفهمم که این شخص اومده و تأخیر داشته، مجموع تأخیرش اینقدر بوده. فقط ناکنیم من الان اینجا متوجه شدم یه باگی داره. چه باگی داره؟ من اومدم ایلپس تایم رو اینجا جمع کردم دیگه، ناکنین. یعنی کل زمان حضور اون شخص توی سازمان تحت شرایطی که تأخیر داره. من مجموع تأخیر رو اینجا پس حساب نکردم، من مجموع زمان حضور اون شخص تو اون سازمان در شرایطی که تأخیر کرده رو حساب کردم. خب بیاید این رو درست کنیم، این غلطه. این مجموع زمان حضور اون شخص رو من نمیخوام، من مجموع تأخیرات اون شخص رو میخوام. خب از کجا میتونم این تأخیر رو بفهمم؟ من زمان حضور اون شخص رو در سازمان دارم، arrival times. خب زمان اون شخص، بذارین اصلا من این فرم رو پاک میکنم، کنترل ایکس میکنم، کاتش کردم. خب زمان حضور اون شخص توی سازمان یعنی arrival time. خب منهای بیاین اینجا توی دیتا تیبل هم، خب arrival time، خب منهای بریم توی فرم، این عدد میشه زمانی که تأخیر کرده. پس من میام چیکار میکنم؟ من میام میگم اگر اون شخص تأخیر داشت، خب اون شخص تأخیر داشت، مدت زمان حضور که من جمع بسته بودم دیگه، خب اینجا کل مدت زمان حضور اون شخص تو اون سازمان، خب چیکار بکن اینجا؟ خب مدت زمان حضور اون شخص تو این سازمان، بیا به نظرتون چیکار بکنیم؟ تعداد تأخیرش 0 بوده، این در کل باید به این تعداد، به این تعداد حضور پیدا. از همین ترفند میتونم استفاده کنم، میام میگم آقا این شخص باید به اندازه این دیدو من به این تعداد در سازمان حضور پیدا میکرد. مجموع ساعتی که باید حضور پیدا میکرد چقدر بود؟ خب مجموع ساعتی که باید حضور پیدا میکرد از دی دو منهای بی دو بودش. پس این باید اینقدر ساعت حضور پیدا میکردش، ولی متاسفانه به اندازه این سام ایفسه حضور پیدا کرده. پس ازش کم میکنم سام ایفسه و میذارم اینجا. خب من اونجا وقتی که این اکسل رو درست میکردم متوجه این ارور نشدم. به چه علت متوجه این ارور نشدم؟ به خاطر اینکه کلا این شخص من اصلا تأخیر نداشتش و من الان وقتی که صفر به دست آوردم گفتم خب دیگه صفر رو به دست آوردم، در صورتی که غلط بود. بعد حتما مجموع زمانی که میبایست حضور پیدا میکرد رو منهای مجموع زمانی که حضور پیدا کرده میکردم و از اینجا میتونم مطمئن بشم که این الان مجموع تأخیر این شخصم رو حساب کردم. خب
مجموع اضافه کاری هم دیگه خودتون میتونین تحلیل کنیم و در بیاریم بر اساس زمان خروج اون شخص. بیاییم ببینیم که اگر اون شخص بیشتر از مدت زمان که سازمان کار کرده در سازمان حضور داشته، پس این شخص الان وارد اضافه کاری شده و این دفعه این زمان رو باید منهای تعداد اضافه کاری ضرب در مجموع کل زمان حضور در سازمان بکنیم. این منهای خب این باگ رو هم با هم برطرف کنیم. اینجا به خاطر اینکه علامت ضرب در نذاشتم ولیو ارور گرفت. خب حالا درست شد. کانتا که چون مشابه هستم من مطمئنم درسته، فقط کانت کرده بر اساس یه سری شرایط اومده شمرده و میدونم خب این درسته، مشکلی نداره. اینا غلط بود که درست کردیم. ممنونم از توجهی که داشتین. امیدوارم این فرموله ها رو با خودتون حتما کار کنین، چون خیلی استفاده دارم. من سعی کردم که این فرموله رو تحت شرایطی استفاده کنم که شرط کمی نداشته باشه و ببینیم که چجوری میتونیم از این فرمول ها و ترکیب اونها با منطق گزارش های قشنگی رو بگیریم. خب در جلسه بعدی ما وارد نمودارها میشیم و سعی میکنیم که نمودارها رو با هم بکشیم. ممنونم از توجهی که کردین. میتونین فایل اکسل رو از سایت diaco.com تهیه کنین و با استفاده از این فایل اکسلی که وجود داره تمرینات خودتون رو انجام بدین.